آینده فکر کنم چی رو باید ببینم. پدرت از من خواسته تو رو برای اون روز کاملا آماده کنم و مدام از پیشرفتت پرسجو میکنه، نه فقط به خاطر خودت بلکه به خاطر حفظ امپراتوری. میخوام راجع به پیشرفتم برات بگم، پس خوب گوش کن. حوصله‌ام سر رفته، دیگه دارم دیوونه میشم. نه تو خسته شدی و به تفریح نیاز داری. چرا به عالی جناب نمیگی یه برنامه تفریحی هم به برنامه‌های درسیت اضافه کنه؟ مطمئنم اون با این کار موافقت میکنه. اگه قبول کنه من خودمو میکشم. فرصت خوبیه. اگه تو هم کاری نکنی اون وقت من چطور میتونم کمکت کنم؟ فکر کنم برای نهار یه چیز خوشمزه داریم. خدای من، مثل اینکه خودم دارم نهار میشم. دارم آتیش میگیرم، دارم بریان میشم. کمک، آب بیاریم. کجا میتونم یه کم آب پیدا کنم؟ کمکم کنیم. خب معلم بزرگ، من یه توپ مروارید پیدا کردم، میرم واسم بازی کنم، برای نهار برمیگردم، برای امروز دیگه کافیه، بعدن میبینمت. پادشاه دریگو، از این همه مرواریدی که توی قصر هست چرا مروارید درخشان عالی جناب رو برداشتی؟ نه، حالا چه خاکی توی سرمون بریزیم؟ بهوده یه جالبیه. من نمیدونم چند گونه از این جانورا توی دریا زندگی میکنن. شاید بهتر باشه قبل از اینکه با موجودات عجیب و خطرناک روبرو بشیم از اینجا بریم. نه اینکه فکر کنید از چیزی میترسم. وای، میشه بس کنی دانشمند؟ تو همونی نبودی که ماهرانه با توپ مرواریدی بازی میکردی و هیچ کس حریفت نبود؟ چی شده حالا مثل جوجه ای شدی که افتاده تو دریا؟ من میدونم چی شده. ببین الان اژدهای سپاه کیلومتر اون طرف تر از اینجاست. اون به بازی چند تا بچه دیگه کاری نداره. این دریگو هم شورشو در و برده با همه اومدن غیر از دریگو. ای بچه ها، مثل همیشه 20 دقیقه دیر کردی جناب آقای خوشقول. بچه ها دیر کردین، من آمادم، یه دونه توپ مرواریدی هم با خودم آوردم. وای تو واقعا دیوونه شدی.